پس از 31 سال از مسجدی ولنگور شده بوسنیا دوباره صدای اذان شنیده می شود. مسجد بوسازی و روز 7 می در مراسم کشوده شد. محرم طلق 80 ساله می گوید مسجد ارناودیا همیشه یک رمز شهری بنیالوکا بود. این یک احساس خوب است، زیرا آن یکی از آخرین مسجدهایی است که برقرار شد. این برای بوسنیا یک رویداد بزرگ است. این و 16 مسجد دیگری شهر را سالهای 1992-95 نظامیان سرب ویران کرده بودند. من امید دارم که این 16 بینای زیبای بانیا لوکا دیگر هرگز تخریب نخواهند شد. خدایا ما دعا میکنیم که چنین شود. یگان مکان دینی باید کسی را تشویش ندهد، خواه کلیسای نصرانی ها باشد و خواه کنیسه یهودی ها. در این کشور برای همه از جمله ما مسلمان ها جای هست. در مسجد های ما همه را خوب قبول میکنند. مسجد در فهرست یادگاری های یونسکو است. آن سال 1595 به طرز کلاسیکی عثمانی ساخته شده است. امروز مسجد ارناودیا نه تنها جای عبادت بلکه یک پل است. چی طور؟ این جای نمازگذاری است، زیرا شما با خدا عبادت میکنید و این یک پل است. آخرین مسجد است که ما آن را بازسازی کردیم تا به همدیگر نزدیک شویم. مسجد ارناودیا و فرهودیا هر دو یک بار شب 7 می سال 1993 تخریب شدند. حادثه‌ای که 30 سال پیش رخ داد اشتباه بود. این یک دیوانگی بود. ما اینجا به خاطر جمع آمدیم که نشان دهد اینجا فقط صلح خواهد بود. بین آدمان باید یکدیگر فهمی باشد و نوابسته از آن ما از کدام ملتیم باید یک جا صلح آفریم. از پوره های مسجدی خراب گشته در برقرارسازی مسجد نو استفاده شده است. بازسازی این مسجد 7 سال ادامه کرده قریب 3 میلیون دلار خرج شده است. تنها یک قسمی کمی ساکنان غیر سربیه که بانیا لوکا را زمان جنگ ترک کرده بودند برگشتند. اینجا جمعیت نیست، محله ها خالی شدند، شهر خالی شد. من 80 سالم، اینجا جوانانی که بعد خود فرزند گذارند نماندند، تمام. حیاتاً مهم است که آدمان به خانه های خود برگردند. گپ سری روحانیت و ریشه های ما می رود. این چیزی است که ما باید آن را نگه داریم. دیگر چی هم داریم؟ اگر این نباشد ما دیگر چیزی نداریم. زمان جنگ بیش از 600 مسجد را پوره تخریب و 307 دیگر را ویران کردند. بیش از 353 کلیسای کاتولیک ها و 125 کلیسای نصرانی ها هم تخریب و ولنگار شده بود.